عکسایی رو برای من دیروز اووردن خانمای کنار همین رودخونه خشک که با این کاراشون بقیه اون بالاش هم خوش خواهد راستی نیکانگ از امام جمعه اسفهان چه جزئیات بیشتری داری برامون بگی مثل که دریچه گاوخونی که خوش شده و بعد رودخانه زاینده رود که خوش شده دلایل جدی براش پیدا شده و احتمال این میره که بالا دست رودخانه زاینده رود هم خشک بشه ظاهرا امام جمعه اصفهان که همه با چهره ایشون آشنا هستند آقای تباتبای نژاد گفتند که خانمهایی که با رودخانه زاینده رود سلفی انداختن منتها سلفی کم حجاب و بی هجاب باعث خشک شدن این رودخانه شدند امام جمعه اصفهان با طرح این موضوع خب به این دلیل که ایشون فقیه هستن و فقها معمولا همه چیز رو میدونن مسئله جدیدی رو باز کردن یک باب جدیدی رو گشودن که بایستی در این باره توجه بیشتری بکنیم که اگر اشعه موی خانم ها بتونه خشک بکنه رودخانه ها رو و همینطور این خشکی رو به سرچشمه ببره سوال پیش میاد که چرا در کنار خیلی از سواحل که خانم ها هستند و فراتر از اینکه موهاشون نمایان هست اندامشون هم نمایان میشه آب چرا خشک نمیشه و چرا اقیانوس همچنان پر آب هستند ظاهرا مقام های جمهوری اسلامی خیال میکنند که مردم ایران در کره شمالی هستند و یک دیوار فکری دورشون کشیده شده و هر چی میگن مردم هم بایستی قبول بکنند چند سال پیش بود که میگفتند که اگر بیهجابی زیادتر بشه زلزله و زمین لرزه بیشتر خواهد شد البته درست هست که بسیاری از رقص ها همراه با لرزش بخش های مختلف بدن همراهه و ممکنه باعث زمین لرزه در دل آقایون علما بشه اما از منظر جو هیچ راهی نیست که بشه ثابت کرد بیهجابی کم هجابی تبرج و این چیزا باعث زمین لرزه میشه و میتونه گسل ها رو تکون بده و بلوک های زمین رو در حقیقت تکون بده و گسل ها رو فعالتر بکنه اما وقتی که امام جمعه اصفهان این مسئله رو طرح میکنن که با بی هجابی ما شاهد بی آبی خواهیم بود خب طبیعتا معلوم که حکومت اسلامی هیچ اثری روی مردم نداشته و نگذاشته و در طول 37 سال اخیر این همه منابع آب زیرزمینی و روزمینی که از بین رفته به واسطه بیهجابی بوده اما تعجب من این هست که چرا در حالا 57 سال حکومت غیر اسلامی از اول قرن تا سال 1357 که این همه بیهجابی وجود داشت چرا منابع آبی ما سر جاشون بودن دریاچه ها سر جاشون بودن طالب ها سر جاشون بودن و هیچ اتفاقی نیفتاد.